چند تا صفت دارن تو این آیه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا قائدان و ناصرا و دلیلا و اینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها تبیلا. قال الله فی کتابه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و مما رزقناهم ینفقون. صدق الله العلی عظیم. خدا این قلبهای ما را به نور قرآن و معارف اهل بیت منور کنه. یه صلوات حسینی بفرستی. یه شبی در این چند شب خدمت برادران و سروران عرض شد که قرآن طبق حدیثی که از امام صادق سلام الله علیه وارد شده فرمودن نزل القرآن علی اربعة اوجه، قرآن بر چهار وجه نازل شده. همین قرآن که میخوانید به خدمتش هستی، چهار جور: علل ابائر و الاشارات و اللطائف
و الحقایق یا اق. یک عبارتی داره قرآن، یه اشارهی داره، یه لطائفی داره، یه حقایقی داره. مردم چهار دستن، اینا که به قرآن برمیخورن. یک دسته را امام صادق به عنوان عوام معرفی کرد. عوام، عوام یه ماخذش از همون عامه است. عامه که میگن فلانی عوامه، از اماست، یعنی یه دسته نسبت به قرآن کورباطنن، هیچی از قرآن استفاده نمیتونن بکنن چون باطنشون کوره، چشم قلبشون باز نشده. اینا فقط از عبارت قرآن استفاده میکنن. اما العبائر فللعوام، اینا یه دستن، هر کی میخواد باشه. دوم اشارات قرآن، امام صادق فرمود فللخواص، یه دسته ای عقلشون رو به کار زدن، عاقل شدن، از عقل بهره گرفتن، چشم باطنشون باز شد، اینا از اشارات قرآن استفاده می کنن. اونا خیلی بالان، خیلی خوشا به حالشون. حالا ما حدیث رو معنا می کنیم. و اما اللطائف فللاولیا، لطائف قرآن استفاده نمی کنه کسی مگر ولی خدا باشه. اونقدر پرش پیدا کنی، خودت رو بسازی، عقلت رو به کار بزنی، عاقل بشی، دانشمند بشی، عارف بشی، مسلم، بعد مؤمن، بعد صدیق، بعد چی؟ تا برسی به این که بشی از اولیاء الله. اگه ولی خدا شدی، از لطائف قرآن استفاده میتونی بکنی. چهارمین وجه قرآن چی آج آقا؟ چهارمیش حقایق قرآنه. امام صادق فرمود اما الحقایق فللانبیا، فقط مخصوص به انبیاست. در یه حدیث دیگه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود قرآن سه جوره، سه جور تقسیم شده بر سلاست اوجه، سه جور. یک جور قرآن رو یفهمون، میفهمن، هم جاهل هم عالم، هم آقا هم غیر آقا، همه کس فهمه. یه نوع قرآن اینجوریه. حالا این چیچیه که همه کس بفهمه؟ چیچیه قرآنه؟ به همون عبارات برمیگرده اهل علم، همه کس میفهمه، خیلی سواد مواد نمیخواد. این یه قسمه. قسم دومش امیر المؤمنین فرمود قسم دوم قرآن رو فقط ما اهل بیت میفهمیم، هیچ کس نمیفهمه، مال ماست. انما یعرف القرآن من خطب به، اون که قرآن در خانهش نازل شده اون میفهمه این قرآن چیه، حقایقش چیه، اشاراتش چیه، چیه این؟ فقط مال ما اهل بیته. قسم سوم اینه که به نظر من ماله ما باشیم، یه اگر داره. قسم سوم چیه؟ قسم سوم امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من صفا ذهنه و لطف حسه، الله اکبر، و صحه تمیزه. سه چیز رو درست کنی، ذهنت مصفا بشه،
صفا پیدا کنی. شنیدی آجی؟ میخوای از قرآن استفاده کنی، باید بری ذهنتو مصفا کنی. صفا چیه؟ حالا اینجا ما بحث صفا نداریم فعلا. من صفا ذهنو، ذهنت را مصفا کنی. دیگه چی؟ و لطف حسو، الان ذهن ما مصفا نیست، حس ما لطیف نیست. شرط دوم اینه، امیر المؤمنین فرمود برو ذهنتو لطیف کن. لطیف یعنی چی؟ اینم یه بحث جای خودش. یه کار دیگه هم باید بکنی، صحت تمیزو، تمیزت خیلی دقیق باشه. قسم سوم قرآن، امیر المؤمنین فرمود اگه میخوای از قرآن استفاده کنی باید سه چیز داشته باشی. سه چیز. حست لطیف بشه، تمیز پیدا کنی. خیلی مشکله تا از قرآن بتونی استفاده کنی. حالا سوره دوم قرآن، سوره بقره است. خونده اید؟ الف لام میم، حروف مقطعات، معناشو من نمیدونم چیه. بعد چی میگه خدا؟ میگه ذالک الکتاب، این کتاب نه، میگه اون کتاب، اشاره به بعیده. ذالک اسم اشاره برای قریب هازاست. اون وقت تو قرآن دو جا اومده، خوب توجه کنید. یک جا میگه ان هاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هر که بیاد استفاده میکنه. در این سوره آمده ذالک الکتاب، اون کتاب. اینجا علما فرمودن این کتاب چه کتابی است که هدن للمتقین. این کتاب تفسیر شده از نظر روایی به وجود نازنین امیر المؤمنین. این کتاب علی است. اللهم صل علی محمد و آل. خب چرا ذالکه گفته؟ چون برای عظمت، برای بزرگی. وقتی میخوان بزرگی رو معرفی کنن با اسم اشاره بعید معرفی میکنن. این یه وجهشه. وجه دوم، تو که اینجا نشستی سید بالا منبر، نمیتونی به حقایق و علم و کمال امیر المؤمنین تو پی ببری. تو کجا میتونی علی را بشناسی؟ علی شناسی از ذهن تو خیلی بعیده، دور. کی میتونه بشناسه؟ کی میتونه حقایق این آقا را بشناسد؟ کی میتونه علم علی را پی ببره که علی علیه السلام کیه؟ اون وقت اینجا میگه ذالک الکتاب، یعنی اون امیر المؤمنین چی چیه؟ هدن للمتقین، هدایت برای متقینه. یعنی اگه بیایی واقعا صفا ذهنو، لطف حسو، صحه تمیزو بشی، اون وقت میفهمی که ذالکه کیه. والا نمیفهمی، راد نمیدن. سرتو به دیوار بزنی، به زمین بزنی تا نیایی اهلش نشی فایده نداره. حاج آقا مکه رفتید شما؟ مکه دور چهار قسمته، من بعض قسمت داشتم. حد حرمه، دیدید یا نه؟ مکه اینجا حضرت معصومه رفتید، میگن حرم حضرت معصومه. مشهد رفتید، میگن حرم امام رضا. حرم یعنی چه حاج آقا؟ حرم این خشت و گله. عوضیان میان اینجا، من دیدم کنار حضرت معصومه، دیدید؟ اونایی که منکر ولایت هم هستن اونا میان، دیدید یا نه؟ میاد. همین سه چهار روز من دیدم اومده پیش، اینجا اومده بود. اصلا علی را منکره، ولایت را منکره.
تو ساختمون میره، اما حرم ساختمون نیست. هر که میخواد به حرم اهل بیت وارد بشه، میدونی شرطش چیه؟ شرطش اینه که تو محرم بشی. محرم، محرم این حریم کیه؟ باید بری دنبالش ببینی چیه. میگه اگه تو متقی بشی هدایتت میکنه. کی هدایتت میکنه؟ ذالک الکتاب لا ریب فی هدن، بخونید، للمتقین. این متقی کیه؟ یه بیانی داره که ما بیانش رو امشب معذوریم. این متقین چند تا صفت دارن تو این آیه ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین چند تا صفت دارن. اولین صفتشون اینه، به غیب ایمان دارن. حاجی غیب چیه؟ که متقین به غیب ایمان دارن. یؤمنون ایمان میارن. غیب یه غیب نسبیه، یه غیب ذاتی و حقیقیه. اون غیبی که هیچگاه از غیب بیرون نمیاد به شهود، اون فقط خداست. هیچ کس خدا رو نمیتونه ببینه، درسته؟ اون غیب، غیب مطلق بهش میگن. غیبای دیگه غیب نسبیه. الان پشت این دیوار آقا چیه؟ حاج حسین پشت این دیوار نشسته. نسبت من با حاج حسین میشه غیب. چرا؟ چون من اون رو نمیبینم. ملک رو نمیبینی؟ ملک غیبه. قیامت رو ندیدی؟ غیبه. خدا رو ندیدی؟ غیبه. پیغمبر رو ندیدی؟ غیبه. یک حدیث داریم که غیبه در این آیه مخصوص به وجود نازنین امام زمان حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه است، که غیب یعنی آقا. اونایی که غیب را به امام زمان تفسیر کردن میگن الان شما در شهر قمی، ظلمم بهت میشه، تو عالم ظلم میشه، حق و ناحق میشه. بله، که این حق و ناحق برمیگرده به مدینه فاضله سرورا وقتی که اون آقا بیاد. اون آقا کجاست؟ الان از نظر من غایبه دیگه. فقط ما میگیم اللهم عجل فی فرج مولانا، درسته؟ شبای چهارشنبه و شبای جمعه میرن مسجد جمکران و اونجا تا سحر هی به سینه میزنن. سؤال ما امشب یه سؤاله، خوب حواست باشه. ما رو یه جایی بردن آقایون چند ماه پیش، پیش یه گروهی. این گروه اسمشون منتظرین مهدی بود. یه چند تا اسبا رو آماده کرده بودن، شمشیرا آماده کرده بودن، آماده آماده. میگفتن صبحای جمعه این اسبا رو ما زین میکنیم، شمشیرا رو به نیام میبندیم. به ما میگن منتظرین مهدی فاطمه، از کسانی که انتظار مهدی رو میکشن. حاج آقا منتظر یعنی چی؟ این سوال ماست. اگه خواستی بفهمی منتظر هستی یا نه، باید چیکار کنی تو؟ که پیغمبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج. یه حدیث، توجه کردید؟ افضل اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار یعنی چی؟ تو همونجا نشستی منتظره دیگه. منم منتظرم. منتظر یعنی کی؟ حدیث دیگه، انتظار الفرج من الفرج، انتظار فرج از فرجه. حدیث سوم، انتظار الفرج اعظم من الفرج، انتظار فرج از فرج اعظم تره. منتظری اگه راست میگی باید چه صفتی داشته باشی؟ آج آقا تو، به خودم میگم تا تو هم گوش کنی، بعضی ها منتظرین رو اینجوری معنا کردن
که ببینی آقا چه لباسی دوست داره، برو همون لباسو بخر. خب شبام در خونتو وا بگذار، گاه گاهی بیا بگو آقا نیومدی، ببین آقا چه غذایی دوست داره، همون غذا رو بخور. چه لباسی دوست داره، همون لباس بپوش. از این حرفا. این منو منتظره. به نظر شما چیز دیگه هم شنیده ای پا منبرا؟ که انتظار الفرج من الفرج افضل و اعمال امتی انتظار الفرج. اینه ما سوال میکنیم. همه تون ماشاءالله خبره و اهل منبر و اهل دقتی. انتظار باید یه معنای دیگه داشته باشه حاجی. این لباست چه لباسیه؟ لباس قرمزه. من به دست آوردم مهدی فاطمه لباس سبز دوست داره. خب فردا برو لباس سبز بپوش. سمه مازا به قول عربا چی شد؟ ها؟ لباس سبز. امام زمان چه غذایی دوست داره؟ من به نظرم اومده کالجوش دوست داره. فردا برو کالجوش بخور. کشکو بساب تو کشکمال، آب بریز توش، نون بریز توش. خب دیگه درست شد دیگه، تو منتظری دیگه. منتظر یک معنای دیگه ای داره. ما اشاره می کنیم ما رو بسه. منتظر حاجی خوب گوش کن، منتظر از نظر مشتقه. نظر یعنی چی؟ نظر شنیدید بعضی از علوم، علوم نظریه شنیدید آمده در کلمات که فلینظر الانسان علی طعامه؟ نشنیدی؟ امام رضا فرمود ای فلینظر الانسان علی علمه ممن یأخذه. منتظر اگه هستی باید صاحب نظر بشی. نظر یعنی چی؟ چیکار کنی؟ نظر سه تا کلاس باید بری. اگه منتظری راست میگی این سه تا کلاس رو باید بری. نیستی الکی حرف نزن حاجی. در خونه اهل بیت و خدا بازیگری خدا بر نمیداره. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اگه منتظر هستی باید سه تا کلاس رو بری. کلا سرت نره، کلا سرت نگذاری، بی خودی راه نری، بی خودی نفس نزنی. کلاس اول باید کلاس معرفت بیایی، مقدار وارد بشی، امام زمان را بشناسی. کیست امام زمان؟ دو تا نکته راجع به مهدی فاطمه نقل شده، یکی راجع به مقدس اردبیلیه که بارها شنیده اید که مقدس اردبیلی یه سیدی بود. این سید خیلی روضه قشنگی میخوند. با این سید با یه مشتلبه ها می آمدن شب اربعین وارد می شدن به کربلای حسین. این سید براشون روزه می خوند تو راه. شب اربعین اومدن وارد شدن به حرم با صفای حسین سلام الله علی. یک مرتبه سید غیبی زد. مقدس عاشق احمد فرمود این سید کجا رفت؟ رفتن و برگشتن گفتن مقدس از سید خبری نیست. گفت عجب، میخواستیم روزه بخونه برامون. یک مرتبه مقدس اردبیلی میگیدم یه آقای رعنای زیبایی داره میاد. تا رسید مقابل من فرمود شیخ احمد. گفتم بله آقا. فرمود دنبال چی میگردی؟ گفتم دنبال اون سید که برام روزه بخونه. فرمود میخوای خودم برات بخونم؟ میخوای بخونم؟ گفتم بخوان آقا. یک کلمه گفت، همه قش کردن، حالشون به هم خورد. یک کلمه. حالا من روزه امام زمانو که خونده براتون میخونم. همین یه آه بکشی ما رو بس. نمیخواد قش کنی. خواهیم قش کنی قش کن.
اشک کردن معرفت میخواد، میدونید که گریه برای امام حسین کار هر کسی نیست، اشک برای امام حسین کار هر کسی نیست، سینه زدن برای امام حسین کار هر کسی نیست، عشق امام حسین کار هر کسی نیست. اینا یه چیزاییه که ما چند شب اینجا منبریم، خدمت شما، مهمان شماییم، اما مجال نیست که بگیم امام حسین اصلا قدم براش برداشتن، گریه کردن، سینه زدن، آه کشیدن، یک دینار در راه حسین خرج کردن، اینا چه سعادتی میخواد. و باید خیلی حاجی از خدا بخواهی که خدا یه آه حسین بد بده، آه نه گریه، عشق خیلی. حالا من اگر یادم بود فردا شب انشاءالله میگم گریه کنندگان ابا عبدالله پنج طایفن. عاشق مهدی مازندرانی در مآل سبتین میگه قسم آخر گریه کنندگان حسین اونایی هستن که هم گریه میکنن، اش به پهنای صورت ناله هم میزنن. میگه هازا بکا الفاطمه سیدا، میگه این گریه فقط گریه زهراست برای حسین. خیلی مایه میخواد، خیلی. اون جمله‌ای که برای مقدس خوندن و مقدس از هار رفت و چشمشو وا کرد دید از اون آقا خبری نیست، این جمله بود. روزه آقا یک کلمه است، یک کلمه روشو کرد به مقدس اردبیلی و گفت عاشق احمد میخوای روزه بخونم؟ گفت بله آقا. عاشق احمد میگه دم متوجه شد به گنبد ابا عبدالله کربلا که انشاءالله همه تون رفته باشی، نگاه کرد به گنبد یک کلمه روزه خوند برات بخونم. عرض کرد یا جدا، نه من یادم می رود، نه این شیخ احمد یادش میره، نه دوستان یادشون میره. از وقتی که خواستی از زینب جدا بشی، همین روزش همین. یا جدا، نه من یادم میره، نه این عاشق احمد یادش میره، نه دوستان ما. اون وقتی که خواستی از زینب جدا بشی، مگه از زینب جدا شدن چی بود حاجی؟ چه روزه‌ایه، چه روزه‌ایه که امام زمان خیلی به این روزه علاقه داره. بهش میگن روزه ودا. نمیدونم مسافرت رفتید برادرها، با زن و بچه هاتون خواستید ودا کنید، دختر خورد دارید، دست به گردنت انداخته هیچ وقت بگه بابا کجا میروی؟ بابا رفته ای؟ 84 زن و بچه تو خیمه بود. چجوری حسین از اینها جدا شد؟ من که عقلم نمیرسه. اونم زینب، سیدا، زینب زینب است. ملاقا میگه ما مهربانها رو در دنیا بررسی کردیم، دو تا خواهر اومدن تو دنیا، دو تا برادر، اینا رکورد محبت رو شکستن، یکی فاطمه معصومه با امام رضا، یکی زینب با حسین. میگه زینب از فاطمه معصومه هم سر بود تو محبت. یه نقلی آقایی داره من برام سنگین خوندنش، برای شما میگم ببینم هضمش میکنی. میگه خانم زینب 12 ساله بود رفت خانه شوهر، 12 ساله تا
56 سالش که شد هر شب که میخواست بره تو بستر خواب به عبدالله میگفت عبدالله دلم برا حسین تنگ شده، میخوام برم داداشمو ببینم. عبدالله لباس میپوشی، زینب رو دنبال میکرد، خانم میومد در خانه حسین، در که میزد ابا عبدالله میفهمید خواهرشه، در رو وا میکرد، خواهر رو بغل میکرد، یه بوسه‌ای به صورت خواهر میزد، زینبم یه بوسه‌ای به داداش میزد، میگفت داداش میخوام برم، کاری نداری با زینب؟ هر شب کارش این بود. این زینب چجوری از حسین جدا شده؟ تو بگو، تو روزه بخون من گریه کنم، چجوری جدا شده؟ اصلا مگه ممکن بود؟ تا اینکه فعشار به یدهی الی قلبها، اشاره ولایتی کرد، دل زینب رو آروم کرد. آن هم وقتی سوار شد به این اسب، به این زلجنه رکاب زد، گفت زلجنه زود برو حسینم، سر و سری داشت با خدا، برو ای زلجنه رکاب زکاب. زلجنه از جا کند، یک وقت اون آقا میگه به صدای آشنایی دنبال سرش میآید. اگه شب جمعه نبود این روزه رو نمیخوندم، اما بخونم یه جمله شو. آخ او می دوید و من می دویدم. کی طاقت داره بشنوره اینا؟ من خیلی دلم سخت این روزه رو می خونم. آخ او می دوید و من می دویدم او سوی قاتل، من سوی مقتل. اجازه می دید تو شعر دیگه شو بخونم؟ خیلی شکننده است. آخ او می نشست و من می نشستم، او روی سینه، او روی سینه، من در مقابل، او می برید و من می بریدم. اینم شاعر گفته، بلا اینجوری نیست. آخ او می برید و من می بریدم، او از حسین سر سید بس دیگه. آخ من از حسین دل، شاعر گفته زبان حاله، آخ او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کین، من ناله از دل. نبار نبار سر حسینم و ای نامه. سالار زینب سر
خار زینا سن توی امیرم ارباب خوبم مریض دارا کجا نشستید شب جمعه هست و ویدای دل بگی حسین توی امیرم حسین برات بمیرم الهی برات بمیرم تو که کاری کردی که یه آقایی بود 80 سالش بود میگفت 60 سال منبر میرم فلان بالا سر حضرت معصومه یه روز ازش خواهش کردم یه تیکه برا زینب بگو هر وقت بگم یادت میکنم گفت فلانی یه جمله بگم و اون جمله اینه اول روز عاشورا همه موهای سر زینب سیاه بود ای وای کجا برم بگم اول صبح عاشورا همه موهای سر زینب سیاه بود اما غروب روز عاشورا همه موهای سر سفید شد اللهم انی اسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک الهی بحق الزهرا یا الله 10 مرتبه بگید یا الله امام صادق فرمود هر که 10 بار تو مجلسای ما بگه یا الله خطاب میرسه لبک عبدی سل حاجتک دایا ما را ببخش و بیامرز خدایا عاقبت‌های ما را ختم به خیر بفرما خدایا فرج آقا را برسان خدایا ما را از منتظرین حقیقی آقا مهدی فاطمه قرار بده خدایا مریضا گرفتارا اهل مجلس ما حاجتمندان اونایی که درد دل دارن ناراحتی دارن با اون حال پریشان زینب یه وقتی اومد بالای تل زینبیه گفت داداش نگاهی بکن به خواهرت زینب ببین به چه روزی افتادم با این دنیا با این بیابان دشمن چه کنم اگر زینب شجاعتش بالاترین شجاعت نبود ابدا نمیتوانست این کاروان را به کوفه ببرد به شام برساند شجاعت چی کرده؟ شجاعت زینب شجاعت علویست و لا چه زنیست که بتواند 84 زن و بچه را 120 و چند فرسخ از کربلا به شام ببرد با اون زخم زبانها اینها شجاعتش از حد گذشت زینب نخیال کنید یک زنی بود چنین و چنان تو سری بخور زن بیده ابدا زینب بطله بود بطله یعنی شیر بچه بود که توانه است این بار را به مقصد برساند خدایا ما را قدردان زحمات زینب بی بی دو عالم صدیقه صغرا
زینب کبرا قرار بده این مجالس و محافل را از مؤسسین، خدمتگزاران، شرکت کنندگان، علما، بزرگان، پیشکسوتها، زاکرین، مادهین، دعاخونا فردن فرد قبول بفرما. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.